نکته دیگر مطرح کردن که حالا آقای ترامپ چند دقیقه قبل از عملیات و حمله به ایران در پاسخ به سرنگونی این بهباد جلو این کار رو گرفت. من عرض میکنم که این هم واقعیت نیست، این خلاف واقع است. ببینید، ممکنه در ارتش امریکا در سیاسیون مثلا بحث کرده باشن، ولی اصلا به تصمیم نرسیدن. چرا؟ چون ما از خودمون دفاع کردیم، هواپیمای جاسوسی امریکا رو سرنگون کردیم. اونا به چه بهانه‌ای می‌خواستن به ما حمله بکنن؟ اگر حمله می‌کردن، من همونطور که در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کردم، ما پایگاه‌های امریکایی رو مورد ضربات موشکی قرار می‌دادیم. ما از قبل آماده بودیم. پایگاه امریکا در العدید در قطر، پایگاه امریکایی در ظفره امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه می‌زدن ما می‌زدیمشون. خب اونا هم می‌دونستن، اشراف اطلاعاتی دارن، متوجه بودن. و اگر این اتفاق می‌افتاد، خب این درگیری ادامه پیدا می‌کرد، تشدید می‌شد. ولی خب درگیری ناخواسته ممکنه واقعا منجر به جنگ بشه. یعنی خب اگر اونها عکس العمل نشون میدادن، کار هیجانی میکردن، کار غیر حرفه‌ای میکردن، مثلا میومدن حتی یک جای خالی رو هم بمباران میکردن، حتما ما پاسخ میدادیم. این دیگه اختیارش با منه و من به یگانها در واقع بلافاصله آماده باش دادم و گفتم اگر زدن باید بزنید. یعنی به فاصله کوتاهی ما میزدیم. و خب اونا آمریکایی ها بالاخره تو ارتش و اینا میشینن حساب میکنن، یعنی برای هر کاری یه بازی جنگ میکنن، شبیه سازی میکنن. اگر که اونها میزدن میدونستن، یقین داشتن ما جواب میدادیم. به جواب ما اگر اونا مثلا جواب بدن، خب دیگه تبدیل به جنگ میشد. اگر جواب نمیدادن، خب بدتر میشد. اینه که در همین حد پذیرفتن و به نظر من منطقی برخورد کردن با این قضیه. ببینید آیه بولتون خود 4 ماه پیش بود، بحث اعزام ناو امریکایی، ناو هواپیمابر رو مطرح کرد، اعزام هواپیما به 52 رو، یک شو را انداخت. ضمن این که من خدمت شما عرض بکنم، همه دنیا بشنون، ما علاوه بر پایگاه های امریکا در مناطقی که بالاخره در افغانستان و در عراق و در کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و اینها هستن، ما همه شناورهای اونها، ناوهای اونها، رزمناوهای اونها، همه اینا رو تا فاصله 2000 کیلومتر زیر آتش موشکامون داریم و دائما داریم رصد میکنیم. اینا فکر کنن اگه 400 کیلومتر از ما دور شدن، اینا زیر آتش ما نیستن. هر نقطه باشن، فقط کافیه جرقه جنگ زده بشه، ما اول ناواشون رو میزنیم، اول ناواشون رو میبریم زیر آتش، پایگاه هواییشون رو میزنیم، پایگاه زمینیشون رو میزنیم. ایران دیگه ایران 30 سال پیش نیست. ایران ایران قدرتمندیه.